کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در زون غرب از کاهش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران خبر می‌دهد. در گزارش سالانه این نهاد که امروز همگانی شد، مسئولان این کمیته در زون غرب می‌گویند که خشونت‌ها در برابر خبرنگاران نسبت به سال پار 13% کاهش یافته است. در همین حال شماری از خبرنگاران در هرات می‌گویند که نشر این گزارش به این معنا نیست که تهدیدات در برابر خبرنگاران کاهش یافته، بل باید حکومت بیشتر در راستای حل مشکلات و تهدیدات امنیتی در برابر خبرنگاران تلاش کند. کاهش 13% خشونت ها در برابر خبرنگاران افغان. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در زون غرب در گزارش سالانه‌اش از کاهش شمار خشونت‌ها در برابر خبرنگاران طی سال گذشته میلادی خبر می‌دهد. ما کاهش خشونت‌ها را بر اساس آمار و ارقام در برابر خبرنگارا داشتیم. مجموعاً امسال در کل افغانستان 13.22% خشونت‌ها در برابر خبرنگاران کاهش یافته، به معنا که بر اساس دیتابیسی که ما داریم در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان 105 مورد خشونت متاسفانه باز هم اتفاق افتاده در برابر خبرنگاران، ولی در سال گذشته میلادی در سال 2018 ما 121 مورد خشونت داشتیم که مجموعاً 13.22% کاهش نشان میده. گزارش این نهاد کاهش 71% در قتل خبرنگاران را نیز طی سال گذشته میلادی نشان میدهد. بر اساس آمار این نهاد شمار خبرنگارانی که در رویدادهای گوناگونی جانهایشان را از دست دادند 5 مورد بوده است، در حالی که یک سال قبل آن 17 مورد گفته شده است. از میان 105 مورد خشونت علیه خبرنگاران در سراسر کشور، 9 مورد آن مربوط به حوزه غرب است که بیشترشان در هرات رخ داده است. خشونت های انجام شده در زون غرب در برابر خبرنگاران شامل حدکارمت، تهدید و برخورد های نادرست است. اگر ما خواسته باشیم مشخصا در رابطه به زون غرب افغانستان صحبت بکنیم که سایه فعالیت ما هست، باز هم خشونت های طی سال 2019 میلادی اتفاق افتاد، ولی آمار باز هم نسبت به مانند آمار کل افغانستان کاهش یافته. ما 9 مورد خشونت در برابر خبرنگارا ثبت کردیم که 7 مورد از او مربوط به ولایت هرات بود، 1 تن از او موارد مربوط به خانم های خبرنگار بود و 1 مورد در ولایت غور و 1 مورد در ولایت فرا. در این حال برخی از خبرنگاران در هرات میگویند نشر این گزارش به این معنا نیست که تهدیدات در برابر خبرنگاران کاهش یافته، بل باید حکومت تلاش بیشتری در راستای حل مشکلات و برداشتن تهدیدات در برابر خبرنگاران نماید. کاملا کاهش نیافته و این نمیشه که اتفاق که خود حکومت به این موضوع که تنها به همین تعداد اندکی که بودن نیمی هنوز از نیم بیشتر هنوز خشونت های ادامه داره در علیه خبرنگاران، چه بانوان چه آقایان، و ما از حکومت میخوام که بیشتر توجه بکنه در راستا تایی که سطح خشونت ها خیلی پایین تر بیاید از این است. اما این دلیل نمیشه که حکومت به دوسیه‌ای که سپرده شده رسیدگی نکنه و این که در برابر موضوعاتی که حالا گفته شده که خشونت در برابر خبرنگاران است کوتاهی بکنه. در این گزارش افراد حکومتی عامل بیشتر خشونت‌های صورت گرفته علیه خبرنگارانند و در ردیف دوم گروه‌های مخالف مسلح دولت گفته شدند. همچنان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در گزارش سالانه‌اش دلیل کاهش خشونت‌ها را در برابر خبرنگاران گفتگوهای صلح و کاهش خشونت‌ها در کشور عنوان کرده است.